از دیدن شما نمایندگان انجمنهای بسیاری از شهرهای ایران خوشوقت هستم. در کنفرانسی که اینجا خواهید داشت اشکالات کار و طرق حل این اشکالات را مسلماً با کمال دقت بررسی و پیشنهادات لازم را خواهید شنید یا خواهید کرد. کاری که انجام گرفته است باید بدانید که فقط یک کار ظاهرسازی نبوده است که ما بگوییم در این مملکت انجمنهای شهری هم هست و یه اسم بی مسمایی بیشتر نباشد، بلکه قصد حقیقی ما همونطوری که حتما میدانید این است که تا جایی که ممکن است کار اجتماعی مردم را، کار معاشی مردم را به دست خودشون سپرد و این مطابق از اصل فلسفه و روحیه انقلاب ماست که صحبت از اقتصاد دموکراتیک و دموکراسی اقتصادی و دموکراسی اجتماعی و سیاسی می نماید بر اصل آزادی فرد. دستگاه‌هایی که باید به جامعه و به ملت خدمت بکند البته متعدد است. می گوییم که از انجمن کوچک ده شروع می شود تا به اصطلاح قوه مقننه در مرکز و از لحاظ مجریه قوه مجریه مجریه است که آن هم از رأس از اینجا شروع می شود تا کوچکترین دهات ایران. و اما کار شما کار ساده ای نیست، برای اینکه دو جنبه دارد، هم به عنوان یک عضو انجمن و هم به عنوان یک نماینده حزبی. نماینده حزبی باید همیشه سعی بکند که رضایت مردم جلب بکند، طرف توجه واقع بشود، آرا مردم به طرف خودش بکشد. در خیلی از اوقات ما میبینیم که فکر میکنند آسانترین طریق جلب آرای مردم نسبت به خود، مقصودم از این مملکت نیست، در همه جا، یا دروغ گفتن است یا عوام فریبی کردن یا دادن وعده بی خودی. میگن خب حالا ما وعده رو میدهیم، بعد از چند سال ببینیم چه میشود، بلکه مردم یا فراموش بکنن یا اینکه دو مرتبه وعده دروغ دیگری میدهیم و باز برای مدتی مردم را فریب. ولی سیاست صحیح به عکس این است، باید همیشه مردم را با حقایق آشنا کرد، هم مشکلات توضیح داد، هم راه حل ها، هم به سرحد فداکاری برای خاطر اونها کار کرد، از خود گذشتگی کرد و به اصطلاح انسان خود را فراموش بکند برای اون هدف عالی‌تر. و همین که به اونها گفت اگر این چیز را می‌خواهید، اگر این بهبود را می‌خواهید، اگر این ترقی را می‌خواهید، در مقابل شما هم باید این کار را بکنید. هیچ شهری، بزرگ، کوچه، کیچ دهی آباد نمی‌شود اگر مردم اون محل حاضر به تشریک مساعی نباشند. هیچ خیابانی آسفالت نمی‌شود، هیچ شهری لوله کشی نمی شود، چه لوله کشی آب، چه احیانا لوله کشی گاز، چه سیم کشی برق، چه تأمین احتیاجات مردم، مگر اینکه مردم در این امر شرکت نکنند، یعنی
مگر اینکه عوارض خودشان را نپردازند. البته دولت یه وظایفی دارد. بنیانگذاری فنی و صنعتی مملکت را انجام می‌دهد. سدهای بزرگ را می‌سازد. آب سدها را به نقاط حساس می‌رساند. بندرها، فرودگاه‌ها، راه‌ها، راه‌آهن‌ها خدمات اصلی و زیربنای اصلی مملکت را انجام می‌دهد. ولی زندگی و معاش روزانه مردم و بهبود بخشیدن آن امری است مستقیما در عهده و در مسئولیت خود مردم. این است که کاری که دارید کار بسیار حساس، دقیق و مشکلی است. یک دقیقه استراحت برای شما نخواهد بود. باید دائما وقت خودتون را صرف خدمت به مردم بکنید و همونطوری که گفتم توضیح بدهید در مقابل هر درخواستی یک فداکاری از طرف همه لازم هست. هیچ پیشرفتی، هیچ ترقی را هیچ کس تا به حال در روی سینی تقدیم کسی نکرده است. هیچ مملکتی به غیر از وسیله خود مردم و زحمت خود مردم آباد نشده است و هیچ قدرت و احترامی بدون شرکت عمومی در پیش برد هدفهای بزرگ مملکت به دست نیامده است. این حرفایی را که من میزنم برای این است که تا چه حدی کار شما جدی تلقی میشود و در اساس تشکیلات مملکت اهمیت دارد و جزئی از زندگی اجتماعی این مملکت است در حدود چارچوب انقلاب بهمن 1341. حالا که شما داوطلب یک همچین خدمت مشکلی شده اید، از طرفی آرزوی موفقیت دارم برای شما و از طرفی اینکه یا حقیقتاً همینطور دنبال این هدف‌ها بروید و هیچ وقت در صدد دادن وعده‌ای که نتوانید آن را انجام بدهید نباشید، برای اینکه این اساس انتخابات مردم، شرکت مردم در سرنوشت خودشون و همچنین دخالت حزبی در این قبیل امور هیچ وقت متزلزل نشود، بلکه روز به روز عقیده مردم به این قبیل تشکیلات و به شرکت در سرنوشت خود روز به روز قوی‌تر و محکم‌تر بشود. توفیق همگی را از خداوند متعال خواستارم.